عوامل رژیم ملاها در واشنگتن دی سی. افشاگری امریکن تینکر، 5 مارس 2014. رسانه آمریکایی امریکن تینکر نایاک و تریتا پارسی را به عنوان عامل پیشبرد اهداف رژیم ولایت فقیه در آمریکا افشا کرد و نوشت: شواهد قابل توجهی به این نتیجه دلالت دارد که دستور کار نایاک فاصله زیادی با منافع جامعه ایرانی تبار در آمریکا دارد و تقریباً هیچ فاصله‌ای بین این ارگان و دستور کار رژیم آخوند سالاری ولی فقیه قابل رویت نیست. در یک نظرسنجی 99% جامعه ایرانی تبار آمریکا که از یک مسیر دموکراتیک برای ایران حمایت می‌کنند گفتند که نایاک چیزی جز عامل رژیم ملاها نیست. یک مخالف زندانی ایرانی درباره نایاک گفت: شما هیچ تفاوتی بین گفته‌های آنها و گفته‌های رژیم ایران نمی‌توانید بیابید. چه به طور رسمی و چه به طور غیر رسمی آنها مسیر رژیم را دنبال می کنند. نایاک در سال 1999 با سخنرانی تریتا پارسی در کنفرانسی در قبرس که تحت حمایت رژیم ایران برگزار می شد شروع به دادن محصول کرد. طی این کنفرانس تریتا پارسی طرح خود برای به جریان انداختن یک گروه وابسته به رژیم ایران برای خونسا کردن نفوذ گروه های ضد رژیم را عرضه کرد. مدارکی که در نتیجه شکست شکایت قانونی نایاک از یک روزنامه نگار محقق افشا شد نشان می دهد که تریتا پارسی به مدت چندین سال رابطه نزدیکی را با وزیر خارجه رژیم ایران جواد ظریف حفظ کرده است. علاوه بر آن دوست نزدیک و مورد اعتماد پارسی به نام سیامک نمازی مکررن با محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران ملاقات کرده است. پارسی قبلاً به عنوان دستیار نماینده سابق جمهوری‌خواه بابنی در کنگره آمریکا استخدام شده بود. بابنی پیشتر به خاطر دریافت رشوه از گروه‌های لابی خارجی مجرم شناخته شده و زندانی شده بود. در حالی که تریتا پارسی در لیست حقوق بگیران بابنی بود، این نماینده کنگره در حال تلاش برای کاهش تحریم‌های رژیم ایران بود. پرونده‌های فدرال که طی محاکمه بابنی بازگشوده شد، مدارکی را نشان داد داله بر این که بابنی شخصاً وزیر خارجه سابق کالین پاول را برای کاهش تحریم‌ها علیه رژیم ایران تحت فشار قرار داده تا مشتریان خارجی او بتوانند قطعات هواپیماهای ساخت آمریکا را به رژیم ایران بفروشند. در سال 2007 روزنامه نگار و مخالف ایرانی ساکن آریزونا حسن دایول اسلام شروع به افشای وابستگی نایاک به رژیم ایران کرد. وقتی که نایاک نسبت به شواهد فزاینده‌ای که آن را به حکومت دینی ایران مربوط می‌ساخت آگاه شد، از دایول اسلام با ادعای افترا شکایت کرد. اما این شکایت نه تنها کنار گذاشته شد، بلکه نایاک محکوم شد که باید مخارج طرح این دعوا را نیز بپردازد.